داستان زندگی باور نکردنی حضرت عیسی مسیح، پیامبری که با تکیه بر بالهای فرشتگان از آسمان فرود خواهد آمد، شخصی که همراه با حضرت مهدی علیه السلام دنیا رو فتح خواهد کرد، پیامبری که دجال که شیاطین و جنیان رو برده خودش کرده رو با نیزه خودش خواهد کشت، یهودیا با نگاه کردن به اون مثل نمک که در آب حل میشه ذوب خواهند شد، هر کافری که نفس اون رو استنشاق کنه بلافاصله خواهد مرد. حضرت عیسی علیه السلام، رویای ترسناک قوم یعجوج و ماجوج. خداوند متعال فرموده و گفته ایشان که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند، لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف کردند قطعا در مورد آن دچار شک شدند و هیچ علمی بدان ندارند جز آن که از گمان پیروی میکنند و یقیناً او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خدا توانا و حکیم است و هیچ کس از اهل کتاب نیست جز آن که پیش از مرگ به وی، یعنی حضرت عیسی، ایمان خواهد آورد و در روز قیامت او بر آنان گواه خواهد بود. رسول خدا فرموده که سوگند به پروردگاری که زندگی من در دستان قدرتمند اوست، فرود عیسی ابن مریم که در میان شما به عدالت فرمان روایی خواهد کرد نزدیک است. حضرت عیسی علیه السلام مثل ما در طبقه اول زندگی حضور نداره، بلکه در آسمان و طبقه سوم زندگی حضور داره. او مثل ما انسانها نیازهایی مثل خوردن و آشامیدن نداره، بلکه زندگی نورانی مثل فرشته ها داره. بدن مبارک اون به سبکی و نورانیت روحه. شرایط سخت و زشت و طاقت فرسای انسانی به طور کامل برای اون وجود نداره. پیامبر اکرم فرموده که حضرت عیسی در آخر الزمان خواهد آمد. طبق شریعت محمد عمل خواهد کرد. زمانش که فرا برسه مثل یک انسان بر روی زمین فرود خواهد آمد. حضرت عیسی علیه السلام پوستی صورتی سفید گندمی، موهای بلند حالت دار داره و مثل کسی که تازه موهاش رو شسته قطره‌های آب از موهاش چکه میکنه و سینه فراخی داره. صلیب ها رو خواهد شکست، خوک ها رو خواهد کشت و زمین رو از وجود میمون ها پاک خواهد کرد و جزیه رو ممنوع اعلام خواهد کرد. دین یکی خواهد شد و همه مسلمان خواهند شد. در اون دوره زکات خواهد بود و هیچ کس فقیر نخواهد بود و همه دارا و ثروتمند میشن. همه خزائن مدفون در زیر زمین عیان میشن و روی زمین بین هیچ انسانی کینه و کدورتی وجود نخواهد داشت. انسانها بین صلح و آرامش زندگی خواهند کرد و زهر و سم در روی زمین ناپدید خواهد شد. بچه‌ها با مارها و عقرب‌ها بازی میکنن و چیزی به اسم جنگ باقی نمیمونه. مثل دوران حضرت آدم، گیاهان و درختان محصول فراوانی خواهند داد. یک خوشه انگور یک گروه رو سیر خواهد کرد و یک انار یک قبیله رو سیر خواهد کرد. حضرت عیسی علیه السلام با شریعت پیامبر اسلام حکمرانی خواهد کرد. چنان دوره‌ای فرا خواهد رسید که به خوبی امر نخواهند کرد و از بدی منع و نهی نخواهند کرد. به کسی که نماز نمیخونه هیچ کسی نمیگه که نماز بخون. به کسی که شراب میخوره هیچ کس نیست که بگه که شراب نخور. به کسی که روزه نمیگیره هیچ کس نخواهد گفت که روزه بگیر. به شخص زناکار کسی نخواهد گفت که زنا حرامه، این کار رو نکن. جون انسان‌ها بی‌ارزش خواهد شد و به راحتی گرفته میشه. احکام دینی خداوند فراموش میشه و هیچ کدوم اجرا نخواهد شد. وقتی که انسانیت به طور کامل نابود شد، خداوند برای انتقام از دشمنای خودش دجال رو خواهد فرستاد.
از حذیفه بن اسید غفاری روایت شده که رسول خدا چنین فرمود که تا 10 نشانه روز قیامت دیده نشه قیامت نمیشه. این 10 نشانه عبارتند از پیدایش دودی در آسمان، ظهور دجال، پیدا شدن دعوت الارض، طلوع خورشید از مغرب، فرود حضرت عیسی علیه السلام بر روی زمین، ظهور قوم یعجوج و ماجوج، یک فرو رفتگی در ناحیه شرق و یک فرو رفتگی در غرب و یک فرو رفتگی هم در جزیره العرب و آتشی که از نهایت عدن پیدا شده و انسانها رو به سوی محشر سوق خواهد داد. حالا بریم سراغ ویژگی های دجال. دجال با 70 حلقه بسته شده. حلقه های اون یکی یکی باز خواهند شد و وقتی که زمانش فرا برسه همه حلقه های اون باز شده و دجال در دنیا فساد به پا خواهد کرد. دجال در هنگام ظهور اولیه خودش ظاهر طبیعی خواهد داشت. مثل یک انسان با تقوا زندگی خواهد کرد و انسانها رو به دین دعوت خواهد کرد و بسیار هم مشهور میشه. مدتی بعد از اینکه مشهور شد به کوفه خواهد رفت و مطابق احکام اسلامی عمل خواهد کرد. مردمم اون رو خیلی محترم میشمرن و بهش علاقمند میشن و میلیون ها انسان پیرو و اون خواهند شد. بعد دجال ادعای پیامبری خواهد کرد. انسان ها از اون دور خواهند شد و بعد ادعای خدایی خواهد کرد و خداوند اون رو لعن و نفرین میکنه و ظاهر و قیافه اون تغییر خواهد کرد. به خاطر نوشته کافر روی پیشونیش مسلمونات دجال بودن اون رو خواهند فهمید. دجال به معنی فریبکار و برهم زنند است. لقب دجال مسیحه. علت این لقب مسیح شدن چشم راست اونه که کوره. لقب حضرت عیسی علیه السلام هم مسیحه. او چشمای انسانها رو مسح کرده و انسانهای کور رو شفا میده. دجال انسانی از نسل یهودیانه. دجال جسه و هیکلی بزرگ، گردنی کلوفت، پیشانی فراخ و پاهایی فاصله دار از هم، پوستی سبزه و گونه‌هایی صورتی، موهای موجدار و چشمای معیوب داره. یه چشمش کور و چشم دیگه‌اش هم بر حقیقت کور خواهد بود. یکی از چشماش مثل شیشه سبز رنگه ولی کور. چشم دیگه‌اش هم مثل دونه درشت انگور بیرون زده و کنار چشمش لایه‌ای ضخیم از گوشت وجود داره. دجال نمیتونه که صاحب فرزند بشه. دجال به جز مکه و مدینه به همه جا خواهد رفت. مردمی با صورتی شبیه سپر از اون پیروی خواهند کرد و دجال بزرگ ویژگی های افسونگری از نوع روحانی خواهد داشت. در چشم دجال اسلام نیروی مغناطیسی و سحرآمیز وجود داره. عجایبی که دجال نشون خواهد داد وزاندن باد، باراندن باران و سرسبز کردن گیاهان و خیلی چیزهای دیگه است. در اون دوران حضرت مهدی علیه السلام امامت مسجد الاقصا رو بر عهده خواهد داشت. از شر یهودیان نجات پیدا خواهد کرد و مدینه ویران و خرابه خواهد شد. قحطی بزرگی شروع خواهد شد. گرگ‌ها به شهر وارد خواهند شد و حیوانات وحشی مدینه رو اشغال خواهند کرد. هیچ انسانی در مدینه باقی نخواهند ماند و در این دوران جنگ بزرگی اتفاق خواهد افتاد. اروپاییان با سپاهی 960 هزار نفری در دره اعماق جنگی رو شروع خواهند کرد. حضرت مهدی علیه السلام همراه با سپاهیانش اروپا رو فتح خواهد کرد و به مدت 7 سال در سرزمین‌های اروپایی خواهد موند. به فرمان اون مساجدی بنا خواهد شد. درست در همین زمان دجال هم ظهور خواهد کرد. دجال سائریه که خداوند قبل از قیامت برای آزمایش انسانها به سراغشون میفرسته. دجال تلاش خواهد کرد تا بهشت رو مثل جهنم و جهنم رو هم مثل بهشت نشون بده و باعث فتنه و فساد بشه. در کنار دجال 2 فرشته حضور خواهند داشت. اون 2 فرشته شبیه 2 پیامبر هستند. روایت شده که یکی از اون 2 فرشته حضرت الیاس و دیگری هم حضرت علیسه هستش. یکی در سمت چپ دجال و دیگری هم در سمت راست دجال حضور داره. وقتی دجال به انسانها میگه آیا من پروردگار شما نیستم؟ آیا من شما را زنده نمی کنم؟ آیا من شما را نمی میرانم؟ یکی از 2 فرشته میگه ای دجال دروغ میگویی. ولی انسانهایی که در اونجا هستن صدای اون فرشته رو نمیشنون. فرشته دیگه این حرف اون فرشته رو میشنوه و میگه که صدقت، یعنی راست میگویی و او پروردگار ما نیست. انسان ها هم فقط قسمتی که فرشته میگه که راست میگویی رو میشنوه.
انسان ها فکر میکنن که اون فرشته دجال رو تایید میکنه و میگن که آیا نمیبینی که مردی به شکل نور در کنار دجال حضور داره و اون رو تایید میکنه؟ پس ما هم به اون ایمان بیاریم. این حدیث شریف رو ابن مسعود و حاکم روایت کردن. کسایی که این حدیث رو میدونن به راحتی از این آزمون نجات پیدا خواهند کرد و کسایی هم که این حدیث رو نمیدونن اسیر فتنه دجال خواهند شد. دجال به یک مرد بیابان نشین و بدوی خواهد گفت که آیا پدر و مادرت در قید حیات هستند؟ اون هم میگه که خیر، اونها مردن. دجال میگه که اگه من پدر و مادرت رو زنده کنم آیا ایمان میاری که من پروردگار تو هستم؟ مرد هم میگه که نمیتونی اونا رو زندگی کنی، برو دنبال کارت. دجال هم میگه چرا نتونم؟ تو بگو که ایمان میاری، بعد ببین که چطور اونها رو زنده میکنم. مرد هم میگه باشه، زنده کن تا به پروردگار بودن تو ایمان بیارم. یک شیطان به شکل مادر اون مرد و یک شیطان دیگه هم به شکل پدر اون شخص ظاهر میشن. مرد با تعجب و حیرت اونها رو تماشا میکنه، اونها رو لمس میکنه و میبینه که واقعی هستن. چشماش رو میماله و میبینه که اونها همچنان اونجا حضور دارن. پدر و مادرش به اون میگن که فرزندم، پروردگار دیگه با چشم قابل رؤیته، مقاومت نکن و از اون اطاعت کن و به اون ایمان بیار. اون مرد هم به پروردگار بودن دجال ایمان خواهد آورد. اگه وضعیت دجال برای شما پیچیده است، بدونید که پروردگار شما کور نیست و شما تا زمان مرگ قادر به دیدن پروردگار خودتون نخواهید بود. تمامی اعضای سپاه دجال رو شیاطین و جنیان تشکیل خواهند داد. شیاطین و جنیان رو به دجال کرده و میگن که هر آنچه از ما میخواهی بخواه، ما به هر طریقی به تو کمک خواهیم کرد. دجال به شیاطین و جنیان میگه که برید و انسانها رو وسوسه کنید که من پروردگار اونها هستم. شیاطین و جنیان در کل دنیا پراکنده میشن و شروع به وسوسه همه انسانها میکنن. خیلی از مسلمانایی که از خداوند دور شدن، عبادات خودشون رو به جای نمیارن و به لذت‌های دنیوی مشغول هستن، به دجال ایمان خواهند آورد. کسایی هم که از احادیث خبر دارن خواهند گفت که دروغ میگید، شما شیاطین هستید و او هم فریبکار بزرگیه، ما احادیث رو میدونیم، رسول خدا برای ما احادیثی نقل کرد و بدین صورت اومدن شما رو برای ما آشکار کرد، ما به شما سلام و خوش آمد نمیگوییم. به زودی عیسی ابن مریم خواهد آمد و او دجال رو خواهد کشت و شیاطین وقتی نتیجه نمیگیرن میرن. دجال به کوههای سینا و زیتون میگه که با همدیگه برخورد کنن. دو کوه مثل شاخهای دو حیوان در هم فرو میرن و دجال میگه من پروردگار دو عالم هستم و خورشید گوش به فرمان منه. آیا میخواهید که خورشید رو براتون متوقف کنم؟ مردم هم میگن که این کار رو انجام بده تا به تو ایمان کامل بیاریم. دجال خورشید رو متوقف میکنه. یک روز مثل یک ماه و یک هفته مثل یک سال میشه. دجال میگه آیا خورشید رو به حرکت وا دارم؟ مردم هم میگن که آری، زمان دیگه نمیگذره، لطفا خورشید رو به حالت قبلی برگردون. دجال حرکت خورشید رو طوری سرعت میبخشه که در عرض یک ساعت یک روز سپری میشه. از ابن مسعود رضی الله عنه و حاکم روایت شده که زمان به قدری نزدیک میشه که پشت سر هم میاد و به قدری با سرعت سپری میشه که یک سال مثل یک ماه، یک ماه مثل یک هفته، یک هفته مثل یک روز و یک روز مثل یک ساعت و یک ساعت به اندازه یک جرقه آتش سری میشه. حضرت انس رضی الله عنه میگه رسول الله علیه و سلم فرمود که دجال بجز مکه و مدینه همه جای زمین رو زیر و رو خواهد کرد. در مسیرهای ورودی مکه و مدینه فرشته‌هایی صف خواهند کشید تا از این دو شهر محافظت کنند. دجال در مکانی به اسم سبیه فرود خواهد آمد. بعد مردم مدینه رو با سه لرزه تکان خواهد داد. به دنبال این همه کافرا و منافقایی که در شهر هستن، شهر رو ترک میکنن و به نزد دجال خواهند رفت. دجال از مدینه مستقیم به شام رفته و همراه با 70,000 یهودی در کنار خودش برمیگرده. همه این یهودی‌ها دستاری سبز رنگ به سر دارن و مسلح به شمشیرهای مزین شده خواهند بود.
دجال به حضرت مهدی علیه السلام حمله خواهد کرد. مسلمونا با شنیدن حمله دجال فرار میکنن. اونا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد و در گردنه عفیق بیرمق و ضعیف خواهند شد. مسلمونای قدرتمند زانو خواهند زد و عده دیگه ای هم از گرسنگی و بیچارگی روی زمین دراز میکشن. رزق و روزی مسلمونا سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله و الله اکبر خواهد بود. اونا این ذکرها رو برای خودشون منبع رزق و روزی قرار خواهند داد. زمانی که مسلمونا تحت محاصره هستن، یکی از اونها پا میشه و میگه که چقدر قراره که تحت محاصره و محدودیت باشه. دشمن خدا اومد و موندنی شد و ما هم اینگونه عاجز و بیچاره شدیم. ما باید با تمام قدرت خودمون با این دشمنا مبارزه کنیم تا زمانی که خداوند حکم خودش رو در بین ما جاری کنه. یا شهید خواهیم شد یا این دشمن رو به هلاکت خواهیم رسانید. هنگام روز ناگهان تاریکی دنیا رو فرا خواهد گرفت از این صحبتون، طوری که چشم چشم رو نخواهد دید. در اون هنگام عیسی ابن مریم در بین دو ردای رنگین، در حالی که دو دستش رو روی بالهای دو فرشته گذاشته، در کنار مناره سفید در شرق دمشق فرود خواهد آمد. چهره ی حضرت مسیح نورانی بوده و وقتی سرش رو به پایین میندازه، قطره های عرق از موهاش سرازیر خواهد شد. وقتی سرش رو بلند میکنه هم قطره های نورانی شبیه مروارید از موهاش به پایین خواهد افتاد. حضرت عیسی مسیح میگه که ای انسان ها، آیا زمان اون فرا نرسیده که در برابر دجال ملعون، دروغگو و فریبکار به مبارزه برخیزید؟ چه چیزی مانع شماست؟ ای انسان ها، برای شما مدد رسیده است، برای شما کمک رسیده است، برای شما یاری رسیده است. مسلمونا که بدنهاشون به خاطر گرسنگی خسته شده میگن که این صدای یک انسان سیره و خوشحال میشن. با نور خداوند زمین شروع به درخشیدن میکنه. عیسی علیه السلام داره فرود میاد. ای مسلمونا، به حمد و تسبیح ادامه بدید. همه یهودی‌ها، مسیحیان و مسلمان‌ها به اونجا سرازیر خواهند شد. مسجد پر از یهودی، مسیحی و مسلمان خواهد شد. هر کسی میگه که حضرت عیسی علیه السلام یکی از ماست و بلوای بزرگی به پا خواهد شد. مسیحیان ناقوس به صدا در میارن، یهودیان با صدای بلند دعا میکنن و مسلمان‌ها هم با اذان به عبادت میپردازن. حضرت عیسی علیه السلام میگه که قرعه بندازید. قرعه میندازن و در قرعه اذان در میاد و اذان خونده میشه و دین واحد یعنی اسلام بر دنیا حاکم میشه. در اون زمان حضرت مهدی علیه السلام در مسجد الاقصی، در حالی که این اتفاقات در حال افتادنه، دجال در دنیا در حال خون ریختنه. میلیون ها انسان به اون ایمان آوردن و اون رو به عنوان پروردگار خواهند پذیرفت. دجال و سپاهیانش حضرت مهدی علیه السلام و مسلمونا رو در مسجد الاقصی محاصره خواهند کرد. در حالی که در بیت المقدس موقع نماز صبح حضرت مهدی علیه السلام امامت خودش رو بر عهده داره و جماعت پشت سر اون در حال نماز خوندن هستن، در حین امامت چند قدم به عقب رفته و حضرت عیسی علیه السلام رو برای امامت نماز دعوت میکنه. حضرت عیسی به پشت حضرت مهدی میزنه و میگه که به امامت نماز ادامه بده، اقامه نماز بر عهده توه. امام نووی میگه که حضرت عیسی علیه السلام به عنوان پیامبری جدید برای امت محمد نخواهد آمد، بلکه برای تطبیق شریعت محمد خواهد آمد. نماز خوندن حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی هم اشاره‌ای به همین موضوعه. بعد از تموم شدن نماز، حضرت عیسی علیه السلام رو به حضرت مهدی کرده و میگه در رو باز کن. حضرت مهدی علیه السلام وقتی در رو باز میکنه، در بیرون دجال و پشت سر اون 70,000 یهودی رو میبینه. حضرت عیسی میگه که ای مسلمونا، سه حق انتخاب دارید. اگه میخواید خداوند از آسمون عذابی بفرسته تا دجال و سپاهیانش رو به هلاکت برسونه، شما دیگه طاقتی براتون نمونده، پس به استراحت کردن ادامه بدید، خداوند اونها رو به هلاکت خواهند رسوند. انتخاب دومتون اینه که بلافاصله به زمین فرمان بدیم تا زمین به اذن الهی اونها رو ببلعه و نابود کنه. انتخاب سومتون هم اینه که خداوند سلاحی برای شما بفرسته و به شما قدرت و نیروی بده و کاری کنه تا اسلحه اونها در برابر شما بی اثر بشه. به این صورت انتقام خودتون رو میگیرید. مسلمونا هم میگن ای پیامبر خدا، این قلبهای ما رو بیشتر آسوده میکنه. اگه هیچ کاری نکنیم و اینها بمیرن و از بین برن، خیالمون راحت نمیشه. ما هم باید یک کاری بکنیم.
یهودیایی که خورده و نوشیده و چاق شده بودن از ترسشون نمیتونستن که دست به شمشیر ببرن. مسلمونا از مسجد الاقصی بیرون میان و به سمت یهودیا هجوم میبرن و به اونها حمله میکنن. کافرایی که نفس حضرت عیسی را استنشاق میکنن بلا فاصله میمیرن. نفس حضرت عیسی بیدرنگ به هر نقطه‌ای که اون نگاه کنه میرسه. همه یهودیانی که در بناها مخفی شدن هم اینکه نگاه حضرت عیسی به اونها بیفته میمیرن. دجال وقتی به حضرت عیسی علیه السلام میکنه مثل نمک که در آب حل میشه ذوب شده و شروع به فرار میکنه. حضرت عیسی علیه السلام هم به اون میگه چنان ضربه‌ای به تو خواهم زد که از آن رهایی پیدا نخواهی کرد. و حضرت عیسی در کنار در شرقی باب لد یا باب لد در نزدیکی بیت المقدس به دجال خواهد رسید و در اون لحظه یهودیا پریشون و آشفته میشن. خداوند یهودیان رو تار و مار خواهد کرد. از مخلوقات خداوند هر کدوم که پشتش یک شخص یهودی پنهان شده به فرمان خداوند سخن خواهند گفت. هر سنگ، درخت، دیوار و حیوانی خواهند گفت که ای بنده مسلمان خدا، بیا و او را بکش. فقط درختی به نام غرقد که درخت یهودیان سخن نخواهد گفت. زمان اقامه نماز ظهر دجال از ترس به شخصی که کنارش میگه که اقامه به پا دار، سریع اقامه به پا دار. حضرت عیسی علیه السلام دجال رو به دام میندازه و دجال هم میگه ای پیامبر خدا، زمان نمازه، اقامه به پا داشته شد، میخواییم که نماز بخونیم. حضرت عیسی علیه السلام هم میگه ای دشمن خدا، تو مگه پروردگار هر دو عالم نبودی؟ این نماز رو برای چه کسی میخوایی بخونی؟ بعد هم با نیزه‌ای که در دست داره دجال رو میکشه. بعد از اون به نزد انسانهایی که خداوند متعال اونها رو از شر دجال محافظت کرده میره و صورت اونها رو نوازش میکنه و به اونها میگه فتنه دجال تموم شد و به اونها از مقام والاشون در بهشت خبر میده. حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مهدی علیه السلام 7 سال در کنار هم خواهند بود. در پایان سال 7 حضرت مهدی علیه السلام وفات خواهد کرد. حضرت عیسی علیه السلام نماز میت اون رو به پا خواهد داشت و جسم بیجان حضرت مهدی علیه السلام در مدینه دفن خواهد شد. حضرت عیسی علیه السلام 40 سال در دنیا موندگار خواهد شد. در عرض این 40 سال هیچ احد الناسی بیمار نخواهد شد و کسی هم نخواهد مرد. سرانجام زمان خروج یأجوج و مأجوج فرا میرسه. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول خدا فرمود در حالی که قوم یأجوج و مأجوج هر روز در حال کندن سد هستند و چیزی نمونده تا به روشنایی خورشید برسن، فرماندهشون به اونها دستور میده که کار کردن رو رها کنید. دوباره باز خواهیم گشت و فردا دوباره سد رو خواهیم کند. دوباره باز خواهیم گشت و فردا دوباره سد رو خواهیم کند. خداوند هم سد رو به وضعیت محکم اولیش برمیگردونه. در نهایت وقتی موعد مقرر برای موندنشون در پشت سد به سر برسه، خداوند اونها رو به سراغ انسانها خواهد فرستاد. اون روز دوباره شروع به کندن سد میکنن و وقتی که در حال ایجاد سوراخی برای رسیدن به روشنایی خورشید هستن، فرماندهشون به اونها میگه که دیگه نکنید. اگه خدا بخواد فردا کار رو از جایی که مونده ادامه میدیم و اونها هم انشالله میگن و یا فرماندهشون هم به اونها میگه انشالله بگویید و اونها هم انشالله میگن. روز بعد به کنار دیوار میان و سد رو در وضعیتی که دیروز رها کرده بودن میبینن. بعد به کندن سد ادامه میدن و از حفرایی که به وجود میارن به سمت انسانها هجوم خواهند برد. حذیفه رضی الله عنه چنین روایت کرده که رسول خدا فرمود یأجوج و مأجوج هر کدوم یک امت هستن. هر امت هم 400,000 امته. از اونها هر مردی تو از نسلش 1,000 مرد مسلح نبینه نمیمیره. گفتم یا رسول الله کمی از اونها برامون بگو. رسول خدا فرمود اونها 3 دسته هستن. 1 دسته از اونها مثل ارزه. پرسیده شد که ارز دیگه چیه؟ رسول خدا فرمود ارز درختی در شامه که بلندی اون به 120 ذرع میرسه و مستقیم به سمت آسمون قد کشیده. و بعد پیامبر خدا در ادامه فرمود کوه و آهن در برابر اینها توان مقاومت نداره. دومین دسته از اینها هم یکی از گوشهای خودشون رو زیر خودشون پن میکنن و گوش دیگر رو هم لحافی روی خودشون میکنن و میخوابن. فیل و حیوان وحشی، شتر و خوک و هر حیوان دیگه‌ای رو که سر راه خودشون ببینن هم می‌خورن. وقتی یکی از اونها بمیره،
اونها حتی اونی که مرده رو هم میخورن. یک سر اونها در شام و یک سر دیگه شون هم در خراسان خواهد. در کتاب راهنمای نواس ابن سمعان کلابی اینگونه روایت شده که رسول خدا فرمود سپس خداوند به عیسی وحی خواهد کرد که ای عیسی بندگان مرا به کوه تور یا سینا ببر، چون من بعضی از بندگانم رو بیرون خواهم آورد که هیچ کس توان جنگیدن با اونها رو نداره. اینها قوم یعجوج و معجوج هستند. اینها مثل سیل از هر تپه فرود اومده و بر روی زمین پراکنده خواهند شد. گروه اول از این قوم به کنار دریاچه تبریه خواهند رفت و آب دریاچه رو خواهند نوشید. گروه دوم به کنار دریاچه رفته و خواهند گفت که اینجا قبلاً آب بوده. سپس تا کوه مسجد الاقصا رو خواهند رفت و چنین خواهند گفت: ما با کسانی که بر روی زمین بودند جنگیدیم و همه اونها رو کشتیم. بعد هم میگن که بیاید اونایی که در آسمون هستند رو هم بکشیم. تیرهاشون رو هم به سمت آسمون پرتاب خواهند کرد و خداوند تیرهای اونها رو خونالود به طرف اونها باز خواهند کرد. حضرت عیسی علیه السلام و امراهانش محاصره خواهند شد. در آن روز سر یک گاو نر نزد شما از 100 دینار ارزش بیشتری خواهد داشت. سپس حضرت عیسی و یاراش به درگاه خداوند دعا خواهند کرد و خداوند بر روی گردن قوم یعجوج و ماجوج کرمهای کوچکی به وجود میاره و همه اونها کشته و نابود خواهند شد. دنیا رو سکوتی فرا خواهد گرفت. مؤمنان باقی مانده میگن که یکی از ما در راه خدا رشادت کنه و شهادت رو بپذیره و بره خبر بیاره که چه بلایی سر این دشمن اومده و اونها توی چه وضعیتی هستن. یکی از مسلمانهای صالح خطر شهادت رو میپذیره و میره با اینکه میدونه کشته خواهد شد. مرد صالح میبینه که همه دنیا از لاشه این مردان پر شده و لاشه ها بر روی هم انباشته شدن. مرد صالح فریاد میزنه که ای مسلمونا خوشحال باشید، مژده باد که فقط خدا برای به هلاکت رسوندن دشمن کافی بوده. حضرت عیسی و همه یارانش از پناهگاه ها، قلعه ها و غارها بیرون میان و حیواناتشون رو هم از مخفیگاه هاشون بیرون خواهند آورد. یعجوج و ماجوج رسماً همه چیز دنیا رو خورده بودن و هیچ چیزی باقی نمونده بود. در دنیا هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمی‌شد. حیوانات با خوردن لاشه قوم یعجوج و ماجوج به قدری بزرگ و فربه خواهند شد که تا به حال نشدن. همه حشرات از گوشت و خون لاشه های قوم یعجوج و ماجوج تغذیه خواهند کرد و حضرت عیسی از کوه طور به پایین خواهد آمد. اونها قصد عبادت بر روی زمین رو دارن، ولی نگاه میکنن و میبینن که حتی یک وجب جای خالی روی زمین وجود نداره و تحمل بوی تعفن رو ندارن. حضرت عیسی و یاراش دوباره به درگاه خداوند دعا و راز و نیاز میکنن. خداوند بادی خواهند فرستاد و همه مسلمونا سرما خواهند خورد. بعد از 3 روز مه تمام خواهد شد و سرماخوردگی مسلمون ها هم خوب خواهد شد. خداوند بر سر اون لاشه ها پرنده های خواهد فرستاد که گردنی شبیه گردن شتر دارن. این پرنده ها لاشه های باقی مونده قوم یعجوج و ماجوج رو در گودالی عمیق میندازن و روی زمین رو پاک میکنن. بعد خداوند متعال به قدری بارون نازل خواهد کرد که هیچ خونه و چادری نخواهد تونست که مانع بارش باران بشه. اون بارون همه جای زمین رو تمیز و سرسبز میکنه. بعد به زمین امر میکنه تا درختان میوه خود رو بکاره و مثل روز اول برکت و نعمت بده. در اون روز یک گروه یک انار میخورن و سیر میشن و از پوست اون انار هم به عنوان سایه استفاده میکنن. مسلمون ها به مدت 7 سال از تیر و کمون ها و کیسه های تیر و کمون قوم یعجوج و ماجوج به عنوان سوخت استفاده خواهند کرد. شیر پر برکت خواهد شد. گروه های بزرگ به خوردن گوشت بچه شتر تازه به دنیا اومده هم اکتفا میکنن. یک قبیله به خوردن گوشت گوساله تازه متولد شده هم اکتفا خواهد کرد و یک گروه هم به خوردن گوشت گوسفند تازه متولد شده بسنده خواهد کرد. وقتی اونها توی وضعیت در حال گذران زندگی هستن، خداوند بادی خواهد فرستاد. این باد روح همه مؤمنان رو قبض خواهد کرد و بقیه انسان ها در ملأ عام مثل الاغ ها جفتگیری خواهند کرد و روز قیامت فرا خواهد رسید. حضرت عیسی علیه السلام وقتی وفاتش نزدیکه به همراه مسلمونا به حج تمتع و یا عمره خواهد رفت. بر سر مزار پیامبر اسلام خواهد رفت و به او سلام خواهد داد. رسول خدا هم جواب سلام اون رو خواهد داد. بعد از اون حضرت عیسی علیه السلام ازدواج میکنه و صاحب 2 فرزند پسر میشه. اسم پسراش رو موسی و محمد میذاره.
مدتی بعد وفات خواهد کرد و در کنار پیامبر اسلام دفن خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در روز محشر من و عیسی ابن مریم از مزاری در بین مزارهای ابوبکر و عمر به پا خواهیم خواست. یکی دیگه از وظایف مهم حضرت عیسی علیه السلام پاکسازی دین مسیحیت از خرافاتیه که بعداً وارد این دین شدن. مخصوصاً پاکسازی این دین از تسلیس و تغییر دادن اون به توحیده. چون که به نظر انسانهایی که انصاف و حق پرستی رو برای خودشون پایه و اساس قرار دادن، دین مسیحیت نمیتونه به همون شکل قبلی و قدیمی در برابر تحولات عصر علم، احساسات انسانی و مدنی بقا داشته باشه. دین مسیحیت یا از بین خواهد رفت و یا اینکه به اصل خودش باز خواهد گشت و از خرافات پاکسازی خواهد شد. مسئله بعدی نابود کردن کفر و شرک. حضرت عیسی علیه السلام با کفر و شرک نبرد سختی خواهد کرد. شرک و کفر در خودشون توان و طاقت ایستادگی در برابر حضرت عیسی علیه السلام رو نخواهند یافت. طبق روایت هر کافری که نفس حضرت عیسی علیه السلام رو استنشاق کنه خواهد مرد. نفس اون تا جایی که چشم کار میکنه خواهد رسید. یعنی اون برای بالا بردن پرچم حقایق حیاتی اسلام، برای هیچ دیدگاه کفرآمیزی در برابر حقایق مشهود مبنا و مرجعی پیدا نخواهد کرد و اون دیدگاه محکوم به از بین رفتن خواهد. اینکه حضرت عیسی علیه السلام کفر و شرک رو نابود خواهد کرد به معنای از بین بردن نماینده کفر یعنی دجال و سیستم قدیمی اون که متکی به کفر و بی‌اعتقادیه و با خاک یکسان کردن معنویت شخصی اونه. طبق نظر ابن کثیر حضرت عیسی علیه السلام نماینده حقه. روزی خواهد رسید که در سایه اون حق قدرت پیدا خواهد کرد و دجالیسم رو شکست خواهد داد. این که در حدیث اسم باب لد یا باب لد ذکر شده نشانه غلبه مسلمان ها بر یهودیانه. دجال هم یه یهودیه، چون یهودی ها نماینده اصلی دجالیسم هستن و باب لد در سرزمین های تحت حاکمیت اونها قرار داره. چون معلومه که دجال نماینده کفر و اون دارای کمیته، نظام و رژیمه و این کفر امروزه به صورت کمونیسم تجلی پیدا کرده. پس نباید فراموش کنیم که بزرگترین مبارزه عیسی علیه السلام علیه الحاد و بی ایمانی و کمونیسم خواهد بود. به نظر شما آیا هر کسی قادر به شناسایی حضرت عیسی علیه السلام و یا حضرت مهدی علیه السلام و دجال هست؟ اینکه حضرت عیسی علیه السلام دلوی چشم همه انسان‌ها از آسمان فرود بیاد برخلاف حکمت الهیه. به همین خاطر فرود اون پنهانی و مخفیانه خواهد بود. فرود حضرت عیسی علیه السلام با نور ایمان درک خواهد شد و فقط نزدیکترین افراد به اون از فرود او خبر خواهد داشت. و به همون ترتیب اگه حضرت مهدی علیه السلام و دجال مثل خورشید که مثل برای همه آشکار بیان، در اون صورت فرصتی برای استفاده از عقل و اراده باقی نمیمونه و همه انسان‌ها این موضوعات رو به اجبار باور میکنن و بین ابوبکر و ابوجهل ها فرقی باقی نمیمونه. همونطور که در روایات هم گفته شده در شرایط عادی امکان نداره که قد یک انسان از مناره بلندتر باشه. روی پیشونیش کلمه کافر نوشته شده باشه و وقتی فریاد میزنه همه دنیا صدای اون رو بشنون. سوار بر الاغی باشه که فاصله بین دو گوشه الاغش 30 متر باشه. اگه انسانی با این ویژگی‌ها ظهور کنه همه انسان‌ها خواسته و ناخواسته دجال رو خواهند شناخت و این مسئله با ماهیت حکمت الهی در تضاده. به همین خاطر مسائل نظری باید پوشیده و پنهان، عمیق و نیازمند بررسی و تجربه باشند تا هدف از حکمت الهی آشکار میشه. در حالی که ابوبکر ها مقام والایی کسب میکنن، ابوجهل ها هم به پایین ترین درجات سقوط میکنن. وگرنه خلاف حکمت الهیه که اراده و اختیار از انسان گرفته بشه. در واقع به خاطر همین حکمت معنیدار هلاییه که معجزه ها به ندرت و خیلی کم نشون داده میشن. نشونه های ظهور قیامت و متشبهات هم یک درجه پنهان و قابل تأویل هستند، ولی طلوع خورشید از غرب به خاطر آشکار بودنش این شکلی نیست. به خاطر آشکار بودن طلوع خورشید از غرب در توبه بسته میشه و توبه و ایمان دیگه پذیرفته نمیشه، چون اون زمان ابوجهل ها هم میخوان که ایمان بیارن و با ابوبکر ها در جایگاه یکسانی میخوان که قرار بگیرن. باز هم به خاطر همین حکمت الهیه که نباید منتظر دجال با اسم دجال باشیم.
اون با ویژگی‌های دجالیت قابل شناسایی نیست، بلکه او حاکمی ظالمه. به همین خاطر خیلی از انسان‌ها قادر به شناخت اون نخواهند بود و فقط با نور ایمان میشه که دجال رو شناخت. مؤمنایی که عبادات خودشون رو به جای میارن، خداشناس هستن و سعی میکنن تا قرآن رو بفهمن و در راه خدا فداکاری میکنن، از کارهایی که دجال قرار انجام بده باخبر هستن و تجزیه و تحلیلی کلی درباره این موضوع انجام میدن. دجال رو میشناسن و از فتنه‌های اون مطمئن میشن و به سپاه حضرت مهدی و حضرت عیسی علیه السلام خواهند پیوست. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول خدا فرمود هرگاه یکی از شما نماز خودش رو تموم کرد، از چهار چیز به خدا پناه برده و بگه بار الله از عذاب قبر، عذاب دوزخ، فتنه زندگی و مرگ و فتنه دجال به تو پناه میبرم. ابو دردا رضی الله عنه میگه که رسول خدا فرمود هر کسی 10 آیه از اول طبق روایتی، هر کسی 10 آیه از اول و طبق روایتی 10 آیه از آخر سوره کهف رو حفظ کنه، از شر مسیح دجال در امان خواهد بود. خداوندا ما را از شر دجال، سفیان، یعجوج و مأجوج و اطاعت از اونها و دور شدن از مسیر حق محافظت بفرما. دوستان عزیزان، ممنونیم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که خدا به زندگیتون برکت بده و نور ایمان توی دلتون همیشه روشن و پر نور باشه. ما رو هم دعا کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود.